با حمد و سپاس فراوان به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی، من محمود وثیق در برنامه تفاهم در پرتو قرآن در تلویزیون زرین یک بار دیگه هم در خدمت شما هستم. شما بیننده بسیار بسیار گرامی که امروز که 8 مارچ سال 2014 میلادی است، جای خوشی و خوشبختی است که باز هم در خدمت بیننده خوب از این برنامه خود هستم و صحبت ما البته هر هفته راجع به موضوع ما صحبت میکنم، ادابالای قرآن عظیم شان مطالب را میاریم و صحبت ها و آیات چند را تا بتانیم که آگاهی ما مسلمان ها از قرآن عظیم شان، این کتاب آسمانی که ما معتقد هستیم که هر حرف و کلمه ایش از جانب خداوند سبحان در کتاب گنجانیده شد، یا بگوییم که بر محمد صلی الله علیه وسلم وحی شد و در این کتاب جمع شده امروز و ما خوشبختانه که ایره در اختیار داریم و جای خوشی و سعادت هست. البته از این آیه باید یاد بکنم که امروز که مصادف است به روز جهانی حقوق زن، ما امیره از طرف خود البته این روز یک روز شاد و خوش میخوانم برای همه و برای همه خانم ها در هر کجایی که هستن، اگر مادر هستن، اگر خانم هستن، اگر دختر هستن، همه خانم ها در هر کجایی که هست، امید است که سال خوب و خوش باشه و ضمناً یا بگویم که امید است که یک تجلیل خوب و خوش باشه و شاد و نیک برشان باشه و امیدوار هستم که همه بتانیم در این را کوشش بکنیم که یک اندازه بیشتر در مورد حقوق زن و آگاهی بیشتر خود خانم ها از حقوق خودشان به خصوص در کشور عزیز ما افغانستان و کشورهای مسلمانی اسلامی در هر کجایی که هست آگاه شوند، بیشتر از حقوق خود آگاه شوند و مردها آگاهی بیشتر از کتاب خدا پیدا بکنند و تسلیمی بیشتر به خداوند داشته باشند تا بتانند که خواستای خود را ازش، یعنی خواستای خود را بیشتر عمل نکنند بلکه خواستای خدا را مطرح بکنند در مورد زنها. چون امروز ما قسمی که میشنیم و چیزایی را که میبینیم متاسفانه بسیار مظالم بسیار زیاده از طرف مردها بر علیه زنها اعمال شده و اعمال میشه. در طول تاریخ شده، چیز نو نیست، تازگی نداره، ولی امیدواری در اینجا بود و هست هنوز که ما انسان ها هر قدر به اصطلاح با دسترسی پیدا میکنیم، با تکنیک و تکنولوژی بهتر، با امکانات بیشتر خوبتر، و ما بیشتر باید خوبتر عمل بکنیم. اینطور بگویم خوبتر ما باید عمل بکنیم، خوبتر درک بکنیم، عادلانه تر عمل بکنیم، ولی متاسفانه به خصوص در کشور عزیز ما افغانستان به سوی پایین تر میره، تنزل پیدا کرده. یعنی به این معنا که حقوق زن یا حقوق خانم ها پامال تر است در کشور ما. و چرا اینطور میشه؟ یقین کامل دارم که یک تعداد افراطیون بیشتر فعالیتشان بیشتر است، دولت های مجاور کمک برشان زیاد میکنن تا بتانن که افکار بسیار عتیقی خود را، بخصوص پاکستان از این کارا زیاد کرده که متاسف هستیم از این ناحیه، ولی ملت ما اگر بیدار شد پاکستان هیچ چیز کرده نمیتونه. اگر ملت و مردم ما بیدار شدن و دین خود را درک بکنن، دین خود را از لای کتاب خدا بگیرن، نه از طریق ملاهای پاکستانی که خود از اونا اصلا گمراه هست، شک درش نیست، در اون صورت واضح است که حال ما بهتر خواهد شد. اما اگر ملت و مردم ما هنوز هم دستورات خود از ملای پاکستانی بگیرند، دیگه این جای بسیار تأسف و جای بسیار شرم و خجالت است برای اطور یک گروهی که
به نام عالم و واعظ و مبلغ عرض اندام بکنن و اونا چیزایی را که در پاکستان برشان گفته میشه یا اونا تبلیغ میکنن اونا را بیارن در کشور خود و سر ملت خود اعمال بکنن و افکار و مظالم را که اونا در خود پاکستان شاید به او حد انجام نمیتن از طریق واعظ و مبلغ افغانی در داخل خود افغانستان ای مظالم را ای ظلم و جفا را سر زن افغان انجام میتن که دردناک است و باید تا جایی که مقدور است و کسایی که واقعا انسانهای صالح و سالم هستند و انسانهای مؤمن به خدا هستند و ایمان به خدا دارن راسخان را به شکل راسخ و قاطعانش ایمان دارن اونا حتما رای خدا باید بهتر بکنن. اونایی که فروخته شدن یا شستشوی مغزی دیدن اونا کسایی هستند که نوکرای اونمو طبقه نادان و نافهمی هستن که خودشان دین درک نکردن و ولی میخواین که همو طریقی که خودشان فکر میکنه که قدرتشان تضمین میکنه و کنترل بیشتر سر مردم میتونه داشته باشه اون روش را میخواین که در کشور عزیز ما افغانستان هم پیاده بکنن. ولی مردم ما باید بیدار باشه، مردم ما باید آگاه باشه که همچون مظالم را اجازه ندن. البته این مقدمه بود ولی رفتم به دردها زیاد است از این ناحیه، از یعنی هر قدر بگویم کم است، برای که من میخواستم شاید یک کلیپ نشان بتم راجع به می روز جهانی زن که امروز زن در افغانستان چقدر مورد ظلم و تاخت و تاز هست. ما اینقدر کلیپ ها زیاد است، اینقدر ویدیو کلیپ ها در یوتیوب زیاد است، کسایی که علاقه دارن یا کسایی که حوصله‌ش دارن که بشنون همچون مظالم را ببینن میتونن به یوتیوب برن مشاهده بکنن. من تصمیم گرفتم که کلیپ نشان ندم ولی به این صحبت بکنیم که خب حال ما انسان ها و حال ما مسلمان ها به خصوص و خاصتا مسلمان هایی که در افغانستان هست که امی مظالم را ترویج بیتن، امی ظلم و جفا را بر علیه ملت خود و بر علیه مردم خود و بر علیه یک موجودی که زن هست و زن در افغانستان چقدر شکنن و چقدر مظلوم هست. برای که حق زن برش داده نشده، حق زن اصلا در افغانستان داده نمیشه، فقط یک گروه ظالم و غاصب است که حق هر کس غصب کردن و حق زن را هم غصب میکنن و نامشان هم مسلمان است. هی کاش به نام کفری کار میکردن، خب انسان میگفت که یک گروه کافر هست که همچون مظالم را انجام میده، ولی به نام اسلام وقته همچون کارهای ناروایی را اینا انجام میدن، نه تنها بر اون ملت خیانت بزرگی کردن بلکه بر دین از اون ملت، بر دین پاک اسلام چقدر جفا و ظلم کرده که دین را در جهان دین خشونت و وحشت و دین بسیار عقب مانده و عقب گرا معرفی کردن با همچو اعمالی که امروز مسلمان ها بر علیه زن انجام میده. یعنی این دین را یک دین عقب مانده و یک دین عتیقه معرفی کردن که یک تعداد شاید فکر میکنن که بهتر است در موزیم ها گذاشته شوی دین، اصلا اما این دین است که برای امروز دردهای ما را امروز دردهای ما را درمان میکنه یا تا جهان باقی است میتونه دردهای ما را درمان بکنه اگر ما به اصل دین خود مراجعه بکنیم و خودخواهی های خود را معبود خود قرار ندیم. حتما راه حل وجود داره برش، حتما راه هدایت موجود هست که اسلام برای ما معرفی بکنه. و امروز من در اینترنت اینا دیدم که در ولایت فاریاب از کجا بود یک خانم، البته
تحت چیز ظلم اینا البته توسط چاقو کشته شد و یا در قندوز هفته بیشتر یک خانم دیگر لباشه بریدن از شوهرش بریدن پنج طفل داره. شما فکر میکنین که چقدر ظلم است و چقدر جفا هست و چقدر جنایت هست یا چقدر ناجوان مردانه یک مرد اینقدر پست و بیمقدار میشه که خانم خود را به یه اندازه معیوبش میسازه لبایش میبره. یعنی اون مرد آیا شهامت داره نداره؟ که نداره. اونطور مرد ها هستند. اون مردهایی که بر علیه یک خانم جوان به یه اندازه ظلم را روا میداره و اصلا از شهامت مردی کاملا بدور است، فقط زور داره، یک کار میکنه. حیوان هم یک زور داره، گاو هم یک زور داره هستن. گاو هم زور داره قوی هست، ولی انسان از حیوان که پایین تر سقوط میکنه بسیار زیاد ظالمانه است، بسیار جفاکارانه است. ولی در کشور ما همچو اخبار را میشنوه تکان بسیار تکان دهنده است به حال ملت، به حال مردم و به حال دین پاک اسلام وجود داره. نه تنها البته افغانستان کشور تنهایی نیست، در کشورهای عربی، در ممالک اسلامی، در هر کجا از این نوع مظالم، از این نوع بدبختی ها وجود داره، ولی در افغانستان ما بیشتر و در افغانستان که تاکید بیشتر ماها باید بکنیم تا برای اصلاحش اگر ممکن باشه یا بخاطر تنویر مردم و اینا، خانما خودشان و مردها، کسایی که قبول میکنن نور حق اسلام رو، اونایی که قبول ندارن ندارن دیگه. این به این خاطر است تا بتانیم اونا را آگاه بسازیم که اونا هم دست به کار شوند، مردم را آگاه بسازن، مردم را بیدار بسازن. و این که در سر افغانستان بیشتر تبصره میکنیم برازی که در افغانستان همچون چیزها روز رو به فزونی هست و این بدبختی هست، رو به فزونی هست. اصولا باید کاسته شود از این چیزها، همچون اعمال باید کاهش پیدا بکنه برازی که انسانها به سوی زندگی بهتر باید برن. قرن 20 تمام شد، قرن 21 هست امروز و ما هنوز هم با می بدبختی ها درگیر هستیم و هنوز هم می خواهیم که این بدبختی ها را دامن بزنیم. خب این چیزهایی بوده که هست و وجود داره و فکرم نمی کنم که این چیزها به این زودی از بین بره یا کنترل شود، اما تا جایی که مقدور است انسان ها باید بکنه و ملت ما باید بیدار باشه که دوست و دشمن خود را بشناسن و دین خود را درک بکنن که دین هیچ وقت به خاطر از این نامده، هیچ دینه به خاطر از این نامده که بدبختی ها را در فامیل ایجاد بکنن، جدایی ها را در بین ملت بندازن، فقر و بیچارگی را دامن بزنه، ظاهر انسانها را تغییر بده. دین به خاطر از این چیزها نامده، دین به خاطر عزیز تا قلب انسانها را متحول بسازه. وقتی قلب انسان متحول شد در عمل کرده انسانها باید پیاده شود. دین آمد تا انسانها ازش لذت ببرند، از زندگی خود لذت ببرند، از عبادت که میکنن باید لذت ببرن، ازدواج میکنن باید لذت ببرن، زن و شوهر هر دو با هم دیگر هم آهنگ باشن، هم نظر باشن. در اکثر موارد، البته بعضی مواقعی هست که ممکن نیست ولی اشکال نداره، هم نظر باشن، هم سر هستن، هم سفر هستن، یعنی کاملا یک زندگی راحت را باید در فامیل پیاده بکنن، نه ای که به این اندازه خشونت و زشت رفتاری بر علیه یک زن در کشور چون افغانستان، او زنهایی که یا زیر سن قانونی ازدواج کردن، به قید ازدواج در آمدن، یا به زور یا به خاطر پول که دادن و پدر مادر که در مقابل پول اولاد خودم میفروشه. یک خیانت دیگه هست که پول از مردم میگیره تا بتون اولاد خودم برای هر کسی که داد بده، برای اینکه ما با پول نیاز داریم. شاید نیاز انسان ها را آدم میفهمه،
ولی اولادش از همه چیز برش ارزشمندتر است. نباید برای کسی بتن که انسانهای فاسق، انسانهای ناجور و ناپاک ولی پولدار، باید دیره در نظر بگیرن و همچون چیزها باید در نظر گرفته شود که ضمناً جوانهای ما، دخترهایی که جوان که البته ما در امریکا در غرب زندگی میکنیم، صحبت از همچون چیزها را میکنیم، آیا امکانات برای جوان ها در اینجا موجود است؟ آیا اونا صدای خود را بلند کردن میتونن؟ که متاسفانه شاید نتونن. یعنی اون ملت اینقدر ظلم سر طبقه نسوان تحمیل میکنه که اصلا از حد بالا هست، از حد گذشته است. و به این اندازه که اگر امرایشان، امرای شوهر خود اگر گفتگو بکنه یا گپ شرد بکنه یا انتقاد بکنه به این انداز